در یک رشته حملات هوایی به شهر ادلب در شمال غرب سوریه دست کم 23 نفر از جمله 7 کودک کشته شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر این حملات چند منطقه مسکونی از جمله نزدیکی یک بیمارستان را هدف قرار داده. از فوریه گذشته و امضای توافق پایان خشونت‌ها، ادلب که در کنترل مخالفان مسلح دولت سوریه است، شاهد شدیدترین بمباران‌ها بوده. ترکیه با متهم کردن روسیه به دست داشتن در حمله هوایی به یک مسجد و بیمارستان در ادلب، شمار قربانیان را بیش از 60 کشته و 200 زخمی گزارش کرده. وزارت دفاع روسیه نیز با رد کردن این اتهام گفته که در این حملات دست نداشته. ادلب یکی از پایگاه‌های اصلی جبهه نصرت وابسته به القاعده است.